افلاطون از نگاه سقراط انواع حکومت هایی که می توانند بر گرده مردم سوار بشند رو نام برده و گفته که چگونه گهی زین به پشت و گهی پشت به زین میشه، یعنی دو روش گفته که فعلا ما در برنامه های طلوع امپراتوری کوروش این دو روش رو گفتیم، هرچند که هر کدوم از این روش ها صدها روش و حالت دیگه هم توش داره. یعنی یک جمله ای که از دهان یک صوفی و عارف یا فیلسوف که اینها در یک طبقات خاصی نزدیک به همن، یعنی همشون زیر مجموعه به قول این آخوندکا امام زمان و یا به قول ما صوفیسم و انسان کاملن، هر کلامی که از دهن اینا در میاد حالتهای بسیار متفاوتی داره و شنونده زمانی که این مطلب رو میخونه یه چیزی میفهمه، میشنوه یه چیز دیگه میفهمه و میدونه یه چیز دیگه است و میبینه یه چیز دیگه است. حالا همینطور حالتهای متفاوتیه. یعنی چی؟ یعنی این که شنیدید میگن که آیات قرآن و تورات و انجیل و اینا هم نازل شده. این کلمه نازل شده یعنی این که یک چیز بسیار عجیب و بزرگی این لطیف شده. نازل شده یعنی این که اون فرد یا اون موجود توش کم و کاستی تولید نشده. نازل شده این خیلی نکته مهمیه بدونید، با حفظ شخصیت و کردار و گفتار و معارف و پندار و اون تفکرات، با حفظ این تفکرات نازل میشه. ممکنه بگید خب یعنی چی چجوری میشه که نازل میشه ولی حفظ میکنه اون شخصیت رو؟ یعنی اگر 100% یک مطلبی مهم عرفانی باشه، وقتی ما اینو نازل میکنیم از این یک چیزی میکشیم بیرون و میدیم بیرون که این نباید تغییر کنه. یعنی اقیانوس من از توش یک کاسه آب برمیدارم نازل میشه، اقیانوس تغییر نباید بکنه. اگر اقیانوس تغییر کرد این نازل نمیتونه شده بشه. مثلا مثال اینطوری زده، حسینی الان اینجا نشسته و یک دانشمند، یک فیلسوف، یک پروفسور، یک آدم خردمند یا هر چیزیه، پیامبر، صوفی، عارف، انسان کامل، هر چی میتونه باشه. مثال این آدم زمانی که با کودکی حرف میخواد بزنه زبان کودکی باید حرف بزنه، اما در شخصیت من تغییر ایجاد نشده. یعنی من هم حسینی هم، همون وقتی یکی بچه میاد میگم سلام خوشگلم چطوری عزیزم، این اینجوری هم یا میشینم رو پاش میشینه رو پام یا دولا میشم یا بهش نگاه میکنم، وقتی با سگ بازی میکنم با اون سگ قشنگ بازی میکنم، من همونم. شخصیت من و تفکر من تغییر نکرده، ایشکه نازل یادتون باشه. پس نازل بدون آنکه منبع کوچیک یا بزرگ شده باشه، شخصیت حقیقی یا حقوقی اون تغییر کرده باشه، هر چی که در اون هست یه چیزی ازش میکشم بیرون که اون بو و حس میده.
اما نازل میشه، یعنی که برای فهم ارائه میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه دختری رو عاشقشم، اینجوری میبینمش گیج میشم و میمیرم، از دهن من کلماتی میاد بیرون، به دختره میگم I love you، این I love you نازل شده. یعنی نمیتونم عشقم و واسهش نشون بدم، بفهمونم بهش، نمیتونم اون چیزی که درونمه بهش بگم، مجبورم از توی کلمات و حروف و حرفهایی که از این دهان خارج میشه بهش بفهمونم حسم، و این حس نازل میشه، یعنی نزول پیدا کرده. یعنی من نتونستم به دختره بفهمونم عشق واقعی رو، به زبان لسانی در قیل و قاله توضیح دادم منبع اصلی رو. حالا اگر بتونم اون حس و حال اولیه رو به دختره طوری نشون بدم که دختره اصل موضوع رو بفهمه، میگن شور و حاله دیگه، این قیل و قاله نیست. فکر کنم تونستم یه ذره بفهمی مثلا خود کلمه نازل شده یعنی چی. یعنی یک موجودی به نام سوفیسم اومده و با محمد ابن عبدالله صحبت کرده، وقتی که صحبت کرده واسطه داریم دیگه، یعنی یک موجودی اومده شکل و شمایلش رو تغییر داده. دقت کنید چجوری این با محمد حرف زده، چطوری شیطان با عیسی حرف زده. گفتیم بهتون شیطان وارد کره زمین نمیتونه بشه، یعنی باید با سر مثل سفینه است براش، یعنی اون شیطان اصلیه، باید یه لباسی تنش کنی بیاد، یعنی مثل ما که میخوام بریم فضا. اون دفعه قبلا تو برنامه قبلی گفتم. حالا یک موجودی به نام سوفیسم اومد خودشو نازل کرد، خودشو نزول داد. برای کی؟ برای موسی مثلا. شبیه یه درخت شد. پس سوفیسم یک خودشو آداپته کرد، خودشو تغییر داد به یک درخت و با یک کلامی دیگر با موسی حرف زد. سه تا لایه رد شده، یعنی نور وقتی میخوره تو آب شکسته میشه، انحراف پیدا میکنه. یعنی سوفیست وقتی با درخت داره، به درخت داره اون مطلب رو انتقال میده تا حرفش رو بشنوه موسی، یه شکست نور توش تولید میشه. وقتی که درخت میخواد اینو تبدیل کنه به دیالوگی که موسی بتونه بفهمه، یه شکست تولید میشه. حسای پنجگانه موسی وقتی میخواد اینو دریافت کنه، یعنی باید انبادش تغییر بده تا اینو بفهمه، این یه حس، یه شکست نور اتفاق واسش میفته. آن چیزی رو که موسی از این حرفا میفهمه یه شکست نور دیگه است. آره، همین به شما گفتم حالت سوم نور رو در کره زمین فقط من باید توضیح بدم. چرا؟ برای اینکه من حالت سوم نور رو میخوام توضیح بدم تا تو بفهمی سوفیسم کیه. یعنی باید بفهمی که هو که اینجاست و یک بند بیشتر وصل نیست با هو، به تمام جهان هستی، ازرائیل و میکائیل و اینا همه زیر این فردن. پس این سوفیسم، این هوه، این اللهه. حالا شما میگی خدا، این خداه، این اون آقا هست، اون آدم هست، اون خانوم هست. این دوتا یک جوری با هم ارتباط دارن، به صورتی که نور از هو وارد سوفیسم یعنی انسان کامل میشه، بعد آداپته میشه، این نور تنزل پیدا میکنه به طبقاتی که سوفیسم طی کرده. این نور خیلی متفاوته. نوری که از مریخ داره میاد با نوری که از سر کوچه خونه ما داره میاد، تفاوتش اینه که نوری که از سر کوچه ما شمعی روشن شده مثلا داره به من میرسه، این نور حامل تصاویری است که از سر کوچه ما تا خونه ما داره میبینه. یعنی نور از اینجا شمع روشن کردم داره میاد به سمت تو، مثلا یک کیلومتر، تو این یک کیلومتر درخت ها رو داره میبینه، دونه دونه مورچه ها و گیاه ها و هر آن چیزی که به نور لازمه
داره ضبط میکنه تو حافظه ای، وقتی میرسه دم خونه من از سر کوچه، من نورو بگیرم دوتا بزنم تو دماغش بگم بشین اینجا ببینم چی، وصلش کنم به کامپیوتر، تصاویری که میبینم از سر کوچه‌م تا اونجاست، کوچه قبلی رو نشون نمیده. پس صوفیسم زمانی که میگن الله نور سماوات والارض، یعنی الله یعنی انسان کامل، یعنی امام زمان، یعنی مسیح، یعنی مسیح، یعنی اون کسی که اون خدا ندید، خدایی که نمیشه دید باش رابطه داره. وقتی این الله نور سماوات والارض، یعنی تمام نورهای مود، هر چی نور در جهان هستی در هر طبقه‌ای در هر جایی هست، این از اینجا داره نازل میشه، هی داره آداپته میشه تا به من و تو برسه. یعنی نور خورشید گندترین نور جهان هستیه و این نور دقیقاً از زمانی که صوفیسم داره نور رو میفرسته تصاویر رو داره. یعنی اگر ما بتونیم نور صوفیسم رو ببینیم، یه دکمه رو فشار میدیم جلو عقب میکنیم، میریم کجا؟ میریم اونجایی که الله بوده و گفته هو خدای ندیده بوده و گفته الله اکبر، به قول آخونده الله اکبر، هیچکی نبوده جز صوفیسم، این گفته الله اکبر، سر کوچه صوفیس گفته الله اکبر، جواب همون دادن. اونجا میبینیم این سیر و سلوک مولوی و سعدی و اینا هم دقیقا همینه، فقط برعکسشه. انا لله انا الیه راجعونه. یعنی چی؟ یعنی چطوری باز مولوی اینا میرسن به اون درجات؟ مولوی اینا وقتی که ریستارتی میشن و صوفیس بهشون چیزی میده، اینو شروع میکنن انجام دادن، یواش یواش لایه های نور رو از نزول میرن تا صعود، یعنی میرن بالا، نور عوض میشه، حالت شکل و شمایل تغییر میکنه، سرعت که عوض میشه فاصله ها تغییر میکنه، نوع نگاه ها تغییر میکنه، موجودات تغییر میکنه. پس بعضی از این عرفا و اهل تصوف و صوفیان کسانی هستن که تو این سیر و سلوکی که میکنن میرسن به درجه که اون نوره رو باید ببینن. و همین خاطر صوفیسمو اون چیزی که مولوی از صوفیسم میبینه عطار نمیبینه، عطار چیز دیگه میبینه اصلا. اصلا روش نوشتنشون همینه. مولوی اون فیلم میکنه، باید یه چیزی بهش وارد بشه، یادتون باشه وقتی که جبرئیل نازل میشه، یعنی یه چیزی داره بهت وارد بشه دیگه از نظر ادبیاتی، و این باید بدنت و روحیت و اینا شرایطی داشته باشه که بتونه اینو ببینه دیگه، اگر نمیتونه ببینه قش میکنه و فکرت میفته. یه افرادی هم هستن مثل عطار، مثلا بعضی از مثلا سنایی، مثلا یا خیلی های کسای دیگه از اهل تصوف و عرفان، که اینها از این بازی ها دیگه گذشتن، یه خورده یه لول بالاتر هست، بدنشون قوی تر از این حرف هست و نوع گویششون هم متفاوته. مثلا حافظ مثلا توی عرفان بیاد چند بیت شعر میگه، غزلی میگه برای خودش، اما وقتی میخواد عطار کتاب بده بیرون، یه جوری این کتابو مینویسه که حوصله خواننده کلا سر بره. درست زمانی که داری میخونی و حوصله‌ات داره سر میره، همونجا مطالب عمیق داره گفته میشه و هر بار که کتابا اینا رو میخونی تغییر تفکری توش وجود داره، یعنی اینکه هی دیدگاه ها عوض میشه و نوع نگاه ها عوض میشه و اینا. حالا اگر سر موضوع، نوع نگاه جناب آقای سقراط در انباء حکومت ها این بوده که گفته آقا آریستوکراسی، تیموکراسی، اولیگارشی، ارزم حضور شما دموکراسی و استبداد، یعنی گفته بهترین حکومت آریستوکراسیه، بدترین حکومت استبداده، یه ذره از استبداد بهتر دموکراسیه، که تمام مردم کره زمین فعلا تو این دوتا دارن میچرخن، همیتون این بز دور هم دیگه، و مردم بالا سرشون دیکتاتوره قیام میکنن، دموکراسی تولید میکنن. یه خری هستن که تو این با دوتا بازی میکنن، هیچ وقت وارد اولگارشی نمیشن. حالا یک شکل دیگه از این حالت از اینه در طول امپراتوری کروش برنامه ها توضیح دیدیم، اینه که زمانی که حکومتی
ریستارتی تولید میشه، یعنی ما فردا حکومت رو عوض میکنیم، رژیم رو میگیریم و حکومت ریستارتی ها درست میشه و آریستوکراسی میاریم، یعنی بهترین نوع حکومت جناب آقای عرضم حضور شما که افلاطون، مولوی، سعدی و سقراط و بزرگان. حکومت رژیم رو عوض میکنیم، حکومت ریستارت درست میشه، قانون اساسی حالا کوروش به عبارتی که خیلی قوی تر از کوروش، ولی قانون اساسی عرفا و اهل تصوف افلاطون سقراط میذاریم رو میز، مردم هم قبول میکنن که گوش کنن و به سرعت پولدار و موفق و همه چی اوکی. اینجا دوباره جناب آقای سقراط یه تلنگار به ما میزنه، میگه تو اگه حکومت رو گرفتین شما ریستارتی ها درست کردین، یادت باشه حسینی که تو درست آریستوکراسی داری میاری، ولی بدون زمانی که آرمان شهر تولید میشه و آریستوکراسی تولید میشه 300 سال بعد کلن شما دوباره وارد استبداد میشه، یعنی این سین نزولی تولید میشه. چرا؟ چون برای اینکه آریستوکراسی بعد از 50-60 سال تبدیل میشه، عرضم حضور شما که به تیموکراسی، تیموکراسی تبدیل میشه به اولیگارشی، اولیگارشی تبدیل میشه به استبداد و به دموکراسی، و دموکراسی تبدیل میشه به استبداد، دوباره دیکتاتوری تولید میشه. یعنی چرا؟ این دقیقا میگه یک سیر نفهمی در جامعه جهانی وجود داره، یعنی مردمی که یک موضوعی رو میفهمن و حالا میخوان خوشبخت باشن، بچه هاشون هی گافتر میشن. و اینو عرفا میگن، میگن هرچی نسل داره میره جلوتر، همه احمقتر دارن میشن، نه دانشمندتر، نه فرهیختتر، نه داناتر، با سوادتر میشن. سواد یعنی سیاهی، هی کتاب میکنن این بوز، هی مقلد میمونی هستن که میرن دانشگاه از استاد احمقشون همون درسی رو یاد میگن که اون استاد احمقشون از استاد احمقشون رو تکرار. اون میگه نور دو حالت داره، دا استاد بعد شاگردش میشه دوباره استاد، میگه نور دو حالت داره، همینطور نور دو حالت داره، هی دو حالت داره. بعد از مدتی هم دانشمندان میگن نور سه حالت داره، حق با حسینی و اون این پس این اول آقا چیکار ما با بیناموسا رو بعد چیکارش میکنیم که اینا که 200 سال 500 سال 1000 سال داره میگفتن نوری حالت داره، حالا میگن دو حالت داره، ما اینا رو بعد چیکارش میکنیم؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که نمیخوان بیان و گوش کنن که نور سه حالت داره. چرا؟ برای اینکه صدای عرفا و اهل تصوف رو میبندن و اونا رو میزنن تو سرشون، اونا هم از خدا خواسته. یه صوفیسم همه جهان هستی، یعنی طبق این فرمولی که تمام ادیان گفتن و تمام موجودات و عرفا و اینا گفتن، همه چیز جهان به چیچی اسب حضرت عباس نگاهش. اما داره یک صوفی شما نگاه میکنی وقتی میگی بشید میتونی میکنم ما رو نشاندم، ولی واقعا تو دلش میگه بابا اوکی دیگه، هنوز فهم جامعه به این نرسیدی که آریستوکراسی رو توضیح بده. من برو حالا یه صوفی پیدا کنم و قربان میشه مردم رو نجات بده، میگه مردم گاون، هنوز به اون نتیجه نرسیدم، من ماکسیموم میتونم الگاریشی بیارم. میخواین الگاریشی بیارم چیکار کنیم؟ الگاریشی نباشین، آریستوکراسی باشین. میگه شعورتون باید به اون حد برسه، یعنی باید به این نتیجه برسید که عرفان و تصوف تنها راه نجات شماست، و این خیلی سخته، مگر اینکه با کتک بیاریم. همین هم شد، جناب آقای موسی با کتک وسط یهودی ها آریستوکراسی رو برد. همه رو هم دیدن، فرعون زرتشتی رو غرقش کرد، خوار مادر اون خانواده رو سرویس کرد، دهن یه عده رو سرویس کرد کشته شدن. خلاصه قوم ریستارتی فرهیخته باهوش ریستارت پخش کرد موسا دیگه. یه ریستارتی یعنی یه لیدر مثل من هیچ وقت دنبال حد اکثری نیست، یاد باشه اصلا نمیخواد حد اکثر مردم رو جذب کنه. پس موسا میخواست حد اکثر مردم رو جذب کنه؟ ایسا حد اکثر مردم میخواست جذب کنه؟ نه. اگه میخواست جذب کنه میرفت چین، این همه اونجا تو کشورهای خارجیش آدم میکشن، اونجا نجات میداد. اصلا تو عرفان تصوف کسی دنبال حد اکثری نیست. چرا؟ چون عرفان و تصوف تنها گزینه ایست که یه قیچی برمیداره دنبال تفرق، دنبال بریدن
چرا؟ چون خط رو میکشه میگه باشعورا این بر بیشعورا این بر، این خودش میشه حد اکثری نمیتونه باشه. وقتی ما رو یه ساعت پخش کردیم یه عده ایرانی فهمیدن مولوی و سعدی رو شعرش خوندن، فهمیدن سقراط و افلاطون رو، یه عده هنوز نمیفهمن. من کاری نمیتونیم اینجا بکنیم که وقتی من دارم رو یه ساعت پخش کردم این گاوا همه یه طرف هم رفتن نمیتونم بفهمم. بس من نمیتونم برم سراغ حد جذب حد اکثری. اصلا نمیخواستم کارو بکنم، اگه میخواستم که دیگه خط نمیکشیدم که میگفتم درود بر مسیحیت، درود بر یهودیت، درود بر بهائیت، درود بر سنیت و شیعیت. اینا رو خر میکنم سمونه سوارش میشتم پولم گرفته میکنم از هشت جهت بقول حافظ از شیش جهت ترتیبش این درود. نه ما نمیتون درو بگیم که باید حقیقت رو بگیم. حالا نتیجه اینه که قانونهای اساسی بر اساس تفکرات اهل تصوف و عرفان داده شده بیرون. یه قانون اساسی دیگه داریم که در جبر بوده. یعنی چی؟ یعنی یه جاده بوده تو ایتالیا، دو تا خر میتونستن فقط رد بشن، تابلو زدن دو تا خر، سه تا خر نمیشه رد شد، همه هم رعایت میکنن دو تا خر، ولی دو تا کوچه اون برتر 50 تا خر رد میشه. یعنی تابلوهایی رو بشر نوشته، تابلوهایی رو عرفا ارائه دادن، خیلی دیفرنته. فقط باید یه نفر باشه کلماتی که نزول شده رو برگردونه سر جاش، اون وقت مطلب رو میفهمی. یعنی چی؟ یعنی آریستوکراسی نزول پیدا کرده، شده طویلهی به نام دموکراسی که تمام جهان الان میخوان دنبال دموکراسی هم. یعنی آریستوکراسی نزول پیدا کرده، تبدیل شده به طویلهی به نام دموکراسی. تو این طویله مردم رو به سرعت میگیرن، سوارشون میشن، یکی بیاد بالا میشه دیکتاتوری، دوباره اینا قیام میکنن، اینه بوز اینه بکشن پایین، دوباره اینا قیام که کردن دوباره تولید میشه، نمیخوان فراتر برن. خب چه وقتی تو آریستوکراسی رو میفهمی؟ وقتی یه نفر بیاد از داخل استبداد توضیح بده این سیر تکاملی به سمت آریستوکراسی رو. و در کره زمین ما کسی رو نداریم که بتونیم کارو بکنیم، هیچ کی رو که بتونه در حدی باشه که بتونه این سیر سعودی رو باز کنه. یه مثال، چند تا مثال بزنم برای اینکه مثلا بدونید که ببین مثلا میگه راه‌های الطرق نمیدونم به الله به تعداد نمیدونم انفس الخلایق. مثلا ببین یک جمله است، میگه که تعداد راه‌های رسیدن به خدا به تعداد عرضم حضور شما که انفس خلایق. این در ساده دیکتاتوری ازش استفاده میکنه، در دموکراسی میگن که ببین چند تا جمعیت داریم، 7 میلیارد، پس از هر کدوم از اینها راهی به خداست. و هم خدا یه بزغاله میشه میگه همه ما دینهای خودمونو داریم، اعتقادات، همه ما یک خدای خودمونو داریم. میدونی مثل چیمونه؟ بگم همه ما مامان تو رو داریم شبا، همه شما مامان من رو شبا داریم، هر کسی مامان خودش داره، چطوری شما مامان من رو داریم همه تون؟ یا این که من بگم که یک الماسی دارم، راه های تعداد افرادی که یه الماس رو بشناسن به تعداد این الماس هست، یا یه الماس چطوری 5 میلیارد الماسه. یعنی زد و نقیزه، مثل اون روزای اوائل که اهل تصوف و این آخوندک ها و کشیشک ها خاخامک ها درگیر می شدن، از کلماتی استفاده می کنم. مثلا می گفتن که آیا خدا می تواند سنگی بیافریند که بلند نکند؟ بعد این آتیست های بی ناموس براش این مطالب رو دزدیدن، بعدا تو مباحثش اینقدر گفتن به نام خوش می زدن. این جمله جمله عرفانیه، اول مرغ درست شد یا تخم مرغ؟ این سوالی که عرفانیه. آتیسته میاد روبره آخونده میگه، کشیشه میگه اول تخم مرغ شده یا اول مرغ؟ میگه خودت میدونی. نه
خفه شو بس نمیده بشی سوال بکنی تو قواد هم گاوی بزه اون بگو تو بگو بعد اون سوال بگو شما میدونیم افکارس که میدونیم افکارس که میدونیم و میفهمیم که میدونیم آیا خداوند میتواند سنگی بلند به بیافریند که نتواند بلند کند؟ حرف عرفا رو برشه آتیسه بگو شما آیا خدایی هست که بتونه سنگی بیافریند نتواند بلند کند؟ بعد میگیم شما چی؟ ما که خدا رو قبول نداریم. ای خدای قبول نداریم پس چطوری دنبال خدای اونی؟ فکر میکنه یه خدایی داره. تو وقتی میگه خدا نیست یعنی خدا هست دقیقا و از کجا میدونی نیست؟ یارو میاد خونه اتاق میگه که کیف من نیست. پس یه کیفی هست که نیست دیگه. یه چیزی تو مخیله خیال و قیاس و گمان و وهم یه چیزی درست کردی به نام کیفت که میگی کیفم نیست. حالا من میام سر خونه میگم هوشم نیست. بشی بلند نمیشه بحث نمیکنه کسی من. رو آتئیست باشه بی خدا باشه مسیحی باشه هوشم نیست. میگم هوشم نیست. هوشم نیست چیه آقا؟ پس اگر کسی آتئیسته یارو میگه من خدا را قبول دارم بخواد بگه خدایی نیست نه بعد بگه خدایی نیست بگه اصلا خدا چیه بعد بگید خدا چی ببخشید خدا چی جای بحثی هستن میشینم واسه بز رو تلویزیون من بحث هم میکنه احمق یا آتئیست میشینه با اون دیندار دو تا دیندار یعنی آتئیست دیندار و بی دینه و دیندار دیندار دو تا با هم بحث میکنن دو تا بز جمله چیه؟ جمله همین یه جمله اطرق الالله نمیدونم به تعداد انفس خلایق در هر حکومتی تعریفش متفاوته. یعنی اگر من بخوام همین جمله رو بیام و در امپراتوری پارس که در حکومت آینده ریاستی ها به مردم توضیح بدم این از این جمله میتونم به مردم بگم که من نمیتونم کسی رو اعدام کنم. یعنی قاضی ماکسیموم 40 روز وقت داره که یه نفر اعدام کنه. یعنی پروسه گرفتن دوز تا اعدام اون دوز 40 روز بیشتر نمیتونه طول بکشه. چرا؟ برای اینکه اگه یادتون باشه برای همین هم شب 40 میگیرن. این مال اهل تصوفه. شب 40 هم سلول های بدن هر انسانی تو 40 روز کمپلت از بین میره. اونهایی که باید اعدام بشه، اونهایی که تصمیم گیرنده است برای اینکه من یه قتلی میکنم فقط کنم، نه سلول های زائده، سلول های زیبایی، سلول هایی که تصمیم گیرنده است در بدن من برای قتل اون آدم. یارو میگه خب آقا یعنی چی تو 40 روز یعنی چی؟ یعنی قاضی فقط 40 روز وقت داره؟ بله. یعنی قاضی کسی رو میگیره 40 روز وقت داره که ثابت کنه که این قاتله. بعد از 40 روز اگه تا 40 روز قتل داریم رجوع قتل حرف میزنیم، چون در قتل ما اعدام داریم، در تصوف ما اعدام داریم. درسته که ممکنه که ما اعدام نکنیم به عنوان حکومت، ولی اون باباش میتونه. خب میگن چی؟ میگن اولیای دم. یعنی این دیگه. حالا قاضی 40 روز وقت داره که ثابت کنه که این آدم ارزم حضور شما که قتل انجام داده. اگر تا 40 روز ثابت نکنه دیگه این آدم اون آدم نیست اصلا. یعنی فکر کنم مثلا منو گرفتن تو رو اعدام میکنه. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. این آدم اون آدم نیست. این آدم یک سیر خیلی خاص اتفاق میفته در بدنش. حالا این بحثایی که بعد بعدن صحبت کنیم، روزی بشینیم راجع به اون به قول این کالبوچه کافی باز کنیم ببینیم که کجاها در اعدام تاثیر داره. خدا سوال ساده است دیگه. من وقتی میخوام یه نفر بکشم چه چیزهایی در من اثر گذاشته اونو بکشم؟ فقط دستمه؟ فقط فکرمه؟ فقط ایدمه؟ نه خیر، از خیلی چیزهای دیگه هم هست. حالا به جز مسائل دیگه، یعنی من الان میتونم اینجا نشستم کاری کنم که شما که بغل من نشستی بری یارو بکشی بیای. اینا رو بذار کنم. اصلا راجع به بلوتوس و دیگه ادم شما که این مسائل صحبت نمی کنم.
دارم راجع به منطقی حرف میزنم. خب منظورم اینه که این خودش سواله، اما جواب این در این شریعتشه. یعنی پس میریم تو آریستوکراسی، میگه تعداد راه‌های رسیدن به خدا به تعداد انفس خلایقه. اوکی، اینو در آریستوکراسی به من فرمان این هست در سیاست اپوزیسیونری استارت که ما نمیتونیم اعدام کنیم تا 40 روز تصمیم‌گیری بعد بشه. اما این در شریعت، یعنی در شریعت یک جامعه است. در طریقت چی میگه؟ در طریقت جمله اصلا فرق میکنه، میگه راه‌های رسیدن به خدا به تعداد انفس خلایقه. ما دو تا خلایق داریم، یکی خلایق که خودتو به زور داری میتپونی تو خلایق، همه تا میگیم خلایق هرچه لایق، اون آدم ها رو داریم میگیم خلایق، یعنی سگ خر هرچه. دو، راه‌های رسیدن به خدا به تعداد انفس خلایق، یعنی هر نفسی که فرو میرود این یه راه رسیدن به خداست، این یه داستان دیگه است، این یه راه دیگه رسیدن به خود است. یعنی هر انسانی لحظه‌ای که نشسته نفس میکشه دار توا میکشه، نگفتم میده بیرون، گفتم میده بیرون، یه داستان دیگه است. میده بیرون یه داستان دیگه است. این نفس یه راه به سمت خداست، نفس بعدی راه دیگه است. یعنی خدا اونجاست، نفس میکشی به سمت شمال شرقی، حالا نفس میکشی به شمال غربی. یعنی بین دو تا نفسی که داری میکشی سه تا چیزه: نمبر وان نفسی که میکشی و میدی بیرون، نمبر تو یه اتفاق این وسطه، نمبر تری دوباره میکشی تو میدی بیرون. این یه راه به سمت خدا، این یه راه به سمت خداست. سیر سلوک تا این حد عمیقه. یعنی در لحظه این نفس که من میکشم، اگر تو این سیر سلوک بمونم، اگر این نفس منو بکشن ببینم، یعنی فرض کنید نفس کشیدم مردم، میرسم پیش موسی، میگن تا شما تا درجه موسی ارزش داشتی، حالا اگه نمیرم نفس بعدی رو بکشم بیام بیرون، میگن شما رسیدی به عیسی. عجب سیر سلوکی چقدر سرعت داشته، اثر انگوش عوض میشه. مثل این بمونه بگم، راه‌های رسیدن به اثر انگوش به تعداد انفس خلایقه. یعنی من هر نفسی که میکشم میرم بانک اثر انگوشه میزنم، نفس بعدی رو که میکشم میرم اثر فرق کرد، این اثر انگوش شما نیست که، این اثر یکی دیگه است دیگه، بانک نمیتونه منو بگیره که. یعنی اینجا آدم میکشم اثر انگوشتم هست، پلیس هم گرفته، دقیقه بعد پلیس اثر انگوش منو میگیره، اون من نیستم دیگه. اینقدر فرق میکنه. فوتوفنهای بسیار عمیقیه از رویا و خواب و داستان. من یه مثال کوچیک یادم افتاد بزنم. ببین داستان سوره یوسف همه شنیده، میگه که یوسف وایساده بود، قرآن مصحف تو تورات و انجیل اینا همشون به نوعی هست، توی کتابای ادیان هست، و تو قرآن مسلمان میگه که یوسف رفت، داستان از یه شروع میکنم، یوسف رفت پیش باباش و گفتش که من خوابی دیدم، میگه که چی دیدی؟ میگه خواب دیدم که 11 تا ستاره، ماه و خورشید به من سجده کردن. چه خواب خوبیه. باباش میگه این خواب برای کسی نگو. That's it. وقتی میگه این خواب برای کسی نگو، یوسف یه چیزی یادش میره، این که خواب نه برای خودش هم بگه،
در قرآن مسلمان و تورات و ادیان یه داستان و یه طوری نوشتن و چیدن که شما در زاویه استبداد یه چیزی میفهمید. وقتی همین آیه رو به قول دوستان میخونی تو دموکراسی یه چیز دیگه میفهمی، وقتی میخونی توی اولیگارشی یه چیز دیگه میفهمی. که من چند حالت سوره یوسف این کشیشا خاخاما آخونده رو توضیح دادم، حالا امروز یه دونه شده یه مدل دیگه شده میگم که بدونید در آریستوکراسی تعریف سوره یوسف چیه. خیلی فرق حکم سوره، حکم یوسف اعدامه. یعنی فرض کنید نتیجه میگیم قرآن میگه یوسف خواب دید به باباش گفت، بعد برادرهایی که کثافت یوسف انداختن در چاه، بعد یوسف رفت اما قوی، بعد یه زنه بود شوهر داشت عاشق یوسف بود و حالا همینطور اومد و یوسف رفت تو زندان یه حرفایی زد یه کارایی کرد نتیجتا شاه شد. چه داستان قشنگه، فیلمنامه خیلی قشنگ. تو یه برنامه من توضیح دادم که اصلا یوسف هیچ کاره بود، یعقوب در اصل یوسفو این کار کرد. یعنی یوسف یه خوابی گفت تعریف کرد، یعقوب تعبیر کرد جهان هستی از بالای هو به انسان کامل داد بیرون، همه دانشمندا خیابونا ملخا خرا سگا وزرا پادشاها همه شدن خر یوسف. داستان طوری در جهان تولید کرد که آخر یوسف شد پادشاه. این کجاست؟ این داستان قشنگه، این در اولیگارشی قشنگه. تعبیری که اون روز من کردم در اولیگارشیه. خواستم اینو بگم نمیگم، در تیموکراسی توضیح میدم، دفعه بعد توی آریستوکراسی بگم این مفهوم یعنی چی. بس بزنید، پس یه لایه بردمتون بالا. همه میگن داداشا انداختن و خداوند حالا هر موجودی کمک کرد یوسف شد پادشاه، ولی در برنامه‌های قبل ما توضیح دیم که یعقوب جهان و طوری چی تا بچه شد پادشاه. برای همین تو قرعه کشی ها اگر کسی اگر لایف بدون ثانیه دوربین شروع کنن قرعه کشی کردن، آدمایی هستن که شماره ای رو از اونجا میندازن بیرون که خودشون میخوان میتونن انگار بکنن. خیلی از قرعه کشی ها 99 درصدش دیگه لایف نیست، چون اگر بدون ثانیه پخشش کنه یاری نگاه میکنه میگه اون 9 میخواد بیاد پایین 2 میاد پایین. حالا این چیه بحثی که بعدا میخوام بکنم. اما در تیموکراسی بذار اینو توضیح بدم جالبه بعدا نچرخید دیگه دهنه. حالا در تیموکراسی این تعریف داستان چیه؟ پس آقای موسی رفت پیش خضر، موسی رفت پیش مردم، سلطان بود، پادشاه، پیامبر اعظم، اولوالعزم، رفت پیش خضر خفه شد. داستان عوض شد. رفت پیش خضر، خضر گفت خفه شو، ساکت باش، چقدر حرف میزنی، چقدر سوال میکنی، راه نمیتونی با من بیای، منو درک نمیکنی، از این کاری که داره عوض شد. چون فکر کنم مثلا رئیس جمهور مثلا فلان کشور میاد میگه همه ساکت، اینا بعد در میبنده به مردم میگه منم رئیس جمهور، بعد میاد تو اتاق من بهش میگم خفه شو، فیلمش پخش بشه. چی میشه؟ همه میگن آقا رئیس جمهور آقا حسینی از اون که رئیس جمهور نیست که، این رئیس جمهور حسینی بهش میگه خفه شو رئیس جمهور آمریکا. موش بده مطلب. موسا همون موسا بود، دریا همون دریا بود، فقط دریای خزر بود همه با روسری بودن، این ور دریا چربی بود، این ور دنیا بیریش خوب بود، اون ور دنیا باریش خوبه، موندم بین بیریش بیریش دیگه سیریش خوبه، پلچ خوبه، سیریش خوبه، پر رو خوبه، الان دیگه ادب به درد نمیخوره. حالا پس موسایی که با خدا کلیم الله حرف میزنه با خدا مستقیم، همین موسا در ورژن بعدی تازه تیموکراسیه، آریستوکراسی نیست، آریستوکراسی شو بدیم کجاست، در دموکراسی چی کار میکنه؟ سه تا داستان بذار بگم بعد این یوسف رو بگم چون رب داره قشنگه، بعد برنامه رو تموم کنیم بعدن دیگه. ببین موسا پیش خداست، پیغمبره،
برای مردم فرستاده، موسی برو، موسی میگه راه میره و عصا داره اژدها میکنه، زرت تو هر کاری دلش میخواد میکنه دیگه، بارون بیاد دست بیاد یاد بیزا یاد نمیم چی چی همه کارا رو کرده. اوکی، در دموکراسی موسی شخصیتش چیه؟ میره کوه تور، چند روز تور میکشه، وقتی برمیگرده مردم گوساله سامری میپرستن. دستور چی میده؟ دستور میده که مردم رو به دو قسمت تقسیم کنین، همه شمشیر بگیرین، زنا و بچه هم باشن. یعنی در جنگ شما حق نداری زن بکشی بچه بکشی، اصلا ربطی نداره. موسی یه خط میکشه میگه زنا و بچه ها باشن، یه خط هم اینجا میگه از اینجا همه این بر شما، شما بر شما بر شما رو بر شما رو بر حالا شما برو اون بر میگه همه شمشیر بردارین همه رو بکشی تا من بگم بسه. موسی همون موسی بود، موسی فرقی نکرده. موسی در این داستان در اون لحظه دیگه موسی نیست، دموکراسیه. میگه دموکراسی، شما گوساله پرستی بودین درسته؟ میگه بعد میگه باید این کار بکنید. ببینید خود شخصیت موسی تو این سیر تکاملی استبداد مستبد هم حتی از اینجا باز رو دستور میده، بعضی رو دیکتاتوری میکنه. همین موسی دیکتاتور میشه، دموکراسی میشه. اوکی آقا حسین، تازه مراحل پیامبری پس اینه. افکار پس یکی از راهی که از چیزهای دیگه یا سقراط توضیح داده که افلاطون گفته درونیه، یعنی مراحل رسیدن به صوفی هم همینه. اگه تو میخوای صوفی بشی اول باید استبداد داشته باشی، یعنی تو اول مستبدی دیکتاتوری، دیکتاتور درونتو میکشی، به خدا میرسی، گوه میخوری به خدا برسی، بدون خدا نمیرسی. دیکتاتور تو بکشی تازه دموکراسی، تازه میگی حالا به حیوانات خدمت میکنم، یه سگی داشته باشم، یه گربه، مردم رو دوست داشته باشیم، آدم، این شد دموکراسی تازه. یک کثافت لجنی هستی که بیا ببین. بعد تبدیل میشی اولگاریشی در درونت. حالا تو سیستم اولگاریشی دیگه نظامیان دارن تصمیم میگیرن رو تو، نه نظامیان واسه اینا، نظامیان خاص عرفانی واسه تو تصمیم گیری میکنن. بعد وارد تیموسکراسی میشی، بعدش میرسی به درجه ای که آریستوکراسی، وارد شهر و مدینه فاضله میشی، آرمان شهر میشی، آریستوکراسی میشی. اونجا بهت میگن که اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخون محمد داره. بعد میگی من که خوندم بلدیزه. کدوم خوندن؟ سوال اینا میخوام بگم همین داستان سقراط رو یه لول دیگه شم دوره امروز توضیح دادم. ببینید چقدر عمیقه. حالا پس در دموکراسی جناب آقای یعقوب بچه شاکه. حالا فرض کن حسینی، فرض کن واقعا فرض کن من دوران یوسفم، رسیدم پیش آقای یوسف، باباش وایساده، انسان کامله. من با همین فهم ها، نه فهم بیشتر، نه فهم صوفی عارف، نه، من با همین فهم که الان میدونم از خدا رسیدم، این آقای یعقوب، اینم جناب آقای یوسف. یوسف داره خوابش تعبیر میکنه، تعریف میکنه خوابش که تعریف کرد. از در اومد بیرون، موهای یوسف رو من میگیرم میخوابونمش با چاقو میزنم، نجاتش میدم یوسف. چرا؟ چون داستان نشون میده یوسف تا آخر این لحظه مرگش که مرد حرف باباشو نفهمید. من یه دفعه بچه بودم با هم تعریف میکنم، گفتش که یه بچه بود، باباش روش کرد به بچه، گفتش که بچه گفت بعد حرف زد، تیکه یه انداخت و یه فوشی داد به باباش، بی اعترامی کرد و اینا. باباش گفت شما آدم نمیشی پسرم. پسر خیلی ناراحت شد، رفت شروع کرد کار کردن و رفت بیرون، از قهر کرد بیار خونه رفت و خلاصه بعد از 5-6 سال شرکت و زندگی و هواپیما خصوصی و کشتی خصوصی و واو و از مالی توپ و قوی
وقتی دیگه وضعش توپ توپ شد و فلان و خیلی هم آدم افتاده ای شد و با شخصیت شد و اینم تری شد و اینا به دموکراسی رسید و اینطوری فهمه یه سگی گرفت و به مردم خدمت میکرد و به خیریه ها کمک میکرد، گفت حالا برم پدرمو بگم بیاد ببینه، و گفت آدم نمیشی واقعا اینجوری نیست. حالا دوستاش افتاده که بریم بابا رو بیاریم با هواپیمای اختصاصی براش و هواپیمای شخصی براش آوردن، پدر از هواپیما پیاده کرد آوردن و رابی ساختمون مثلا 50 طبقه 100 طبقه و طبقه بزرگ بالا اما دستگاهی و پایین هم نشون دادن که خیریه پسرت اینجا کمک کرد، اینجا فلان کرد، اینجا دیدی کمر تو زمین اومد بالا، رسید بالا در وا کرد، بلند شد جلوی پدر تعظیم کرد. باباش گفت گفتم بهت آدم نمیشی. گفت همه تا اونجا که تلاش کردم که شما ناراحت نشین. گفت اگر آدم بودی تو باید می اومدی برای بوسیدن دست و پای من، نه من، نه منو با کت بسته بیاری پولتو به رخ من میکشی تا اینجا بیاری بالا. تو اگه شعور داشتی و آدم داشتی، آدم بودی، تو از این کپکبه رد میشدی برای بوسیدن دست پدرت می اومدی. این چیزی بود که بابای من 15 سالم بود برای من تعریف کرد. اون روز من داستان یوسف فهمیدم. خواب یوسف خواب منفی بود. یوسف خواب دید که 11 تا ستاره ماه و خورشید بهش سجده کردن. یعنی چی؟ یعنی تو این خواب، این فکر، این خواب الهیه، درستی خواب کاملا شیطانی بود. یوسف تا آخر لحظه مرگش نفهمید که این خواب شیطانیه، فکر میگن خواب الهیه. دیگه از ما خواب میبینم بعضی ها تو ارق، میخوام بگم چجوری یک صوفی با مخ میخوره زمین نمیفهمه، یه عارفی مثل یوسف داستان تا آخر مرگش نفهمید خواب چی رو میگفت. خواب دیده که 12-11 تا ستاره، یعنی برادراش، ماه و خورشید، خورشید یعنی صوفیسم، یعنی باباش، سجده میکنه. این فکر که یعنی جهان به مطیع این میشه، این آدم مهمی میشه. و دقیقا یوسف هیچ پخی نشد. از پشت یوسف دیگه هیچ پیامبری تولید نشد که این یهودی ها با ما درگیرن زر این سنگ مزله یکی جینه. دیگه پشت یوسف هیچ آدم مهمی زایده نشد. چرا؟ برای اینکه خوابش تعبیر شد. یعنی وقتی که شد عزیز مصر، نزدیکترین فرد عزیز مصر یعنی پادشاه، نخست وزیری که همه کار مملکت رو میکنه و پادشاه اون موقع سمبولیک بود، شد عزیز مصر، شد رفتن پدر مادرش و بچه هاش و برادرش رو آوردن و چون این پادشاه بود همه تعظیم میکردن در مقابل پادشاه. متاسفانه یعقوب یعنی صوفیسم، انسان کامل، قطب عالم امکان و 11 تا بچهش و خانوم حاج خانوم سجده کردن. پیام رسید. دیدی که بعضی ها میگن که مشکل یوسف این بود که از اسب پیاده نشد. منظورش اینه. رو اسب شسته بود. پادشاه بود دیگه. خیلی هم احترام داشت به خانوادهش. از اسب پیاده نشد. یعنی یوسف باید اولا میرفت. مملکت رو باید ویر میکرد. باباش میدید. این کاری که نکرد هیچ دیر رسید. اونا سجده که کردن یاد خوابش افتاد. گفت او مای گاد. این خواب منفی بوده، من نباید کاری میکردم که صوفیسم سجده کنه. بابا اونو سجده کردن. پیام اومد دهنه ترویزه، از تو دیگه نسلی آدم حسابی بیرون نمیدیم یوسف، باختی بازی رو. و باخت بازی رو. در آریستوکراسی داستان یوسف اصلا منفیه، ولی تو چون عاشق پول و زرق و پادشاهی و مثل خر دنبال این چیزایی، تو فکر میکنی که حالا منفی بودی. حالا درسته من بچه یه مثلا کارگرم، حالا پول دار میشه، اینا هنره. حالا اگه تو بچه یه مثلا کارگر باشی، بچه کارگر باشی و عظمت داشته باشی، خیلی بهتر از اینی که بشی پول دار. بچه یک میکانیک باشی، یک رفتگر باشی، با عشق بگی بابا عشق بابای منه، بابا چیکار از رفتگره با این عظمت حرکت کنی، خیلی آدم بزرگی هستی. ولی چون داستان یوسف توش سکسه و تو ذاتت سکسی و لجن و کثیفه
و تو ذات دنبال پول و ثروت و یه جوری شاه بشیم و یه جوری پولدار شیم و یه جوری موفق بشیم هستی، از این داستان چیزی رو برداشت میکنی که در خودته، از کوزه برون تراوت هر آن چی در اوست. اگه میری سر یخچال میبینی پنیر نیست، جیغ میزنی، برای اینکه تو پنیر رو دوست داری، یکی دیگه هم دوستش زودتر خورده، فقط همین. اما این داستان در عرفان و تصوف داستان بسیار منفیه. احسن القصص برای یوسف نه، برای تو. مرسی که برای منم گوش کردید. به هر حال خواستم از جناب آقای سعدی حرف بزنم، نتیجه اتون باشه. هر حرفی که اهل تصوف و عرفان میزنن فهم تو در جایگاه توست. اگر در استبداد بشی از حرف صوفی یه چیز میفهمی، اگر تو دموکراسی باشی از حرف صوفی یه چیز دیگه میفهمی، اگر در اولیگارشی و در تیموکراسی و در آریستوکراسی باشی از حرف صوفی عارف انسان کامل چیزی میفهمی که میفهمی که نمیفهمی و میدانی همینی که نمیدانی. بدرود.